بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بردی الپی هستم، خوش اومدید به پارت نهم بازی استریم لایف سیمولیتور با سلطان بازی های شبیه ساز. یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که با خبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم اینجا منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. بچه‌ها هم که جدیدن وارد کانال شدن و دوست دارن که کانال ساب داشته باشن، حتما اول یه دونه کامنت بذارید بعد کانال رو سابسکرایب کنید که سابتون نپره، چون یوتیوب تمام ایرانیایی که با وی پی ان میان و ربات میشناسه. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب تو این پارت میخوام از این خونه شروع کنم، یه ذره کار کنم، پول در بیارم توش، بریم وسایل بخریم برای اون خونه جدیده و بریم بچینیمش. خب اول از همه تمام نیازامو اوکی میکنم، دستشویی میرم، دوش میگیرم، غذا میخورم، میرم سفت میشینم پای کار. بکنم یه بار دیگه هم میتونم دوش بگیرم. از گرسنگی هم که داره میمیره دیگه این بدبخت، چند تا غذا هم بهش بدم بخوره و بریم بشینیم سراغ کارمون. فکر میکنم که با همین دوتا کارش را بیفته، یه دونه دیگه هم بهش بدم بخوره، یه بیمارستان هم بریم برگردیم دیگه. $1000 دیگه میدیم به بیمارستان که قشنگ پر انرژی بریم بچینیم سر کار. من هنوز نفهمیدم داستان این بیمارستان رفتن این چیه. یه سری میگن وقتی اون دستشویی یا حموم پره نباید غذا بخوری، حالش بد میشه، ولی الان قبل اینکه غذا بخورم رفتم همه اونا رو اوکی کردم دیگه، ولی رفت بیمارستان. من فکر کنم این غذاهایی که مشکل درست میکنه بعد چند دفعه که میخوابی بیدار میشی خراب میشن، حتی اگه توی یخچالم باشن نباید دیگه خوردشون. 8265 که کد استریممونه، استریمو باز میکنیم اول، ذره همینجوری پول از بچه‌ها بگیریم، خیلی به دردمون می‌خوره. بیتریت هم می‌ذاریم رو 2200 و برو بریم ببینیم چیکار می‌کنیم دیگه امروز. بعدش میرم ببینم از این ماینرای خفنمون چقدر پول درآوردم، چقدر میتونه کمکمون کنه واسه خریدن وسایل که گوله داره میره بالا همینجوری. دمشون گرم چه ماینی می‌کنن. حالا خونه جدیدم دقیقاً نزدیک اون هکر است که این ماینرا رو می‌فروشه، کلی از اینا میرم می‌خرم می‌ذارم تو خونه جدیده. ولی به وسایل این خونه اصلاً نمی‌خوام دست بزنم، اینا رو می‌خوام بذارم همینجا باشه، اونجا رو داستان دیگه درست کنیم واسش. اینا همه رو میفروشم، $6000 نقد میاد تو حسابم. اول از همه یه دونه استریم میذارم یه ذره دیگه پول بگیریم، بعد میرم وسایلو میخرم که پول بیشتر داشته باشیم. یه دست کانتر بزنیم ببینیم امروز رو چه دوری هستیم. استارت رن. خب این دفعه برخلاف همیشه میخوام آنتی ترور وایسم، همون سیتی خودمون، ببینم این طرف فرقی داره با اونور یا نه. من اینور خوراکم بالا A بود، ولی هیچ وقت اینا از بالا A نمیان، همیشه پایین میان یا میرن B، ولی این دفعه از اینجا اوه اینجا رو ببین چی جوری زد بابا. اینا چیترن همشون، اصلا کجا زد منو. حالا تو خود سی اس گو واقعی هم از پشت در میخوری، ولی با گانای قوی این اصلا با دمپایی زد منو. بعد این راند اول چجوری شاتگان گرفته، اصلا همین الان اومدیم تو گیم، چرا من نمیتونستم گان بخرم؟ پس اینجا رو نگاه، همه مردن، تو هم الان میمیری، تو هم الان مثل سگ میمیری. دمش گرم، این چی داره میزنه، همه رو کشتنهایی. بابا باری کلا، اینم بزنی تمومه بابا. ماشالله چیکار کردی؟ یه گان نمیذاری من بخرم، 2300 تا پول دارم، یه یوزی هم بخرم بد نیست. این دفعه میرم در وسط یا میرم از بی میام. اینجا چه خبره؟ اینجا که ایشکی نیست، حتما همشون نمیان بی دیگه، این دفعه ایشکی اینجا نبود. خیلی کانتر دیگه داره میره تو مخم، اصلا حال نمیکنم با این بازی، فقط منتظرم بازی جدیدش باز بشه اونا رو برم استریم بذارم. فکر کنم این دستم بتونیم ببریم. نگاه کن استریمر رو ببین، خود یه دست سی اس گو بازی میکنه خسته میشه. مگه میشه همچین چیزی؟ آخه یه دست کانتر چقدر من طول میکشه؟ ته تهش 5 دقیقه دیگه، مثلا 10 دقیقه. بمیر بابا آشغال. این دوتاتون اول اون منو کشت بعد من اونو کشتم، خیلی باحال بود. حالا دوتا دیگه شون هم زدیم دیگه، چیزی نمونده. اینم بزنید بکشید، فقط این دوتاتون رو نزنه بابا. ماشاءالله باری کلا قوی. چی دیگه اینجاست؟ اینم بزنش دیگه. زو چیتر، اگه میتونستم ریپورتش میکردم الان. نگاه اصلا اسکول یارو همینجوری وایساده دیوارو نگاه میکنه بعد همرم میکشه. بیایید بزنید این لجنو، نذارید این عامل باختمون بشه. بزن لعنتی دیگه، نذار کار به دست چهارم بکشه. عوضی. خب دوباره 2000 تا بیشتر پول ندارم، همون یوزیو میتونم بخرم. یه دلیل دیگه هم داره که من مثل سگ میمیرم، اینکه هیچ دستی من نتونستم شیلد بخرم، اصلا پول نمیده به ما، لج با من انگار. اونا راند اول شاتگان میخرم میان تو بازی، من شیلدم نمیتونم بخرم. حتی اینجا مطمئنم آدم است. بیا
بابا باریکلا 50 تا بهم دمیج داد ولی لعنتی. یکی دیگه این دور و برو باید باشه. شک ندارم یکی دیگه اینجا هست. فکر کنم این پشمشته باشه. اینا بابا باریکلا غافلگیرانه چیتر بازی رو زدم. چقدر قشنگ غافلگیرش کردم. اینایی که دورن خیلی بیشتر حال میده. اینا رو من بهتر میتونم بزنم. با 29 تا هلت زدمش. رنکمون هم دیگه به 2 داره نزدیک میشه و میتونیم بریم تورنمنت‌های خفن بازی کنیم. خب قبل از اینکه برم بخوابم چند تا حرکت باید انجام بدم. یه ذره میرم غذا میخرم، بعد یه دونه تخت و یه سری وسیله برای اون خونه جدیده. قبل اینکه برم خریدارو بکنم یه نگاه میندازم ببینم چقدر پول گرفتم از این استریمم. 238 تا دیگه برای الان زیاد رقم جالبی نیست، ولی خب خدا رو شکر دیگه از هیچی که بهتره. اول از همه بریم چند تا غذا سفارش بدیم. دیگه غذا رو زیاد نمیگیرم که خراب نشن. 6 تا غذا کلا میگیرم که هم توی یخچال جا بشه هم خراب نشه دیگه. 7 تا شد حالا اشکال نداره، 7 تا هم خوبه. چند تا وسیله هم برم بخرم که خوابیدم شدم برسن دستم دیگه. کجا باید وسایلو میخریدی؟ تو زامازور بود. یه دونه سیستم باید بخرم اول، بعد برای سیستمم هم باید کلی چیز میز بخرم. من هنوز دقیقا نمیدونم که این قطعات چجوری اسمبل میشن رو هم دیگه، ولی حالا یه جوری پیداش میکنیم. اول یه کیس نرمال میخرم، ارزون ترین کیسو میخرم. فعلا خیلی پول واسه کیس ندیم. وسط خریدم این هکره ول نمیکنه. TMZO ایزی هکو که بلاک کردیم. یه دونه این کیس 215 دلاری رو میخرم. یه سی پی یو کورای 7 هم اگه بتونم بخرم خیلی خوب میشه. فقط نمیدونم چه قطعاتی روش نصب میشه. کاش اینا رو یه جا بهمون میگفت کمک میکرد. تو اون بازی استریمر دیلی تمام اینا رو توضیح میداد. یه دونه هم دیسپلی کارت میخوام. فکر کنم به این ستاره هاشون ربط داشته باشه. الان این 8 گیگابایتی باید به اون مادربردم بخوره. حالا اینم میخرمش. یه دونه HDD و SSD. چقدر گرونه همه چی اینجا. انصافا خیلی گرونه. این 620 دلاری هم خوبه. یه دونه مادربورد. مادربورده فکر کنم خیلی گرون باشه. نه خیلی هم گرون نیست. این 879 دلاری هم خوبه. رمم 2000 دلار. اوه رم 1500 دلاری میخرم. گیم کنسول و هدست و اینا هم که نمیخوام. دو تا چیز خیلی مهم میخوام. یه دونه تخت میخوام که بازیم از اونجا سیف بشه، با دستشویی توالت و اینا برای اون خونه. ولی تخته نمیدونم اصلا اینجا هست. آره این تخته. ارزون ترین تختی که داری چیه دیگه؟ تخت. این تخت خودم الان آشغالتر هست. همین 200 دلاریه خوبه. بذار ببینم میتونم بخرمشون. خدا کنه پول کم نیارم. نه دقیقاً اندازه است. حتی 600 دلار هم برام میمونه. با اون 600 دلاره یه چیز خیلی مهمی که میتونم بخرم میزه برای اون کیسه که خریدم و وسایلمو میخوام بذارم روش. ولی هنوز مانیتور و موس و کیبورد و اینا هم نتونستم بخرم. حالا اشکالی نداره دیگه، دونه دونه من همه اینا رو میام میخرم. فقط میزه اصلا کجا هست؟ شاید توی کامپیوتر پارت باشه. آره اینجاست. اینم 500 دلاره. ببینم میزم اگه ارزون تر داشته باشه میز ارزون تر میخرم. فکر کنم آشغال ترینش همین 500 دلاره. دقیقا همین میز خودم الان. فعلا واسه اینکه کارمون اونجا راه بیفته من همین جوری یه چیزی میگیرم. این میز چوبیه، اینم میز چوبیه، عین همم هستن. فقط این ستاره هاش بیشتر از این 2.5 این سرز اینو میخرم. خب هیچی دیگه پول نداریم. من یه سر دیگه به کریپتو ها میزنم ببینم از اون موقع تا الان ماینرها چقدر بهمون پول دادن. بدی نیستش. فکر کنم از صفر در میایم. آره 2656 تا بهم پول داد. خب باید بریم یه استراحت بکنیم. غذاهام هم اومد رسیدم دره. برم اینا رو هم بردارم که خراب نشن. من نمیدونم الان هیچ اتفاقی نیفتاده چرا التزام شده 49. آخه یکی باید اینا رو به من توضیح بده دیگه. یکی باید تو این گیم پاسخگو باشه. این هلتی که کم میکنه وقتی که غذا میخوری ربطی به دستشویی و حمومه نداشت الان. پس چون الان اون دوتا پر بود من غذاهام خوردم هیچ اتفاقی نیفتاد. این غذاها خراب میشن بعضی موقع. یه دونه دیگه هم بیرون مونده بود. اینم بذارمش توی یخچالو بریم بگیریم بخوابیم. فردا تمام وسایلمون هم میرسه. شب بخیر دوستان. خب فکر کنم الان تمام وسایلم رسیده باشه. بله اینا همشون واسه اون وره. من همه رو میذارم تو صندوق ماشین، یه راست میرم تو اون خونه میذارمشون پایین. تمام قطعاتو دونه دونه جمع میکنم. اول این چیه؟ اوه میزه رو ببین، دقیقا همین میز خودمه. اه نندازی دور چیزی احمق. اینم میذاریم تو کیفمونو. برای اینقدر چیز نگاه کن چه جبهی فرستاده بود. دیگه جا نداره. همینجا یه راست من اینا رو میذارم تو صندوق ماشین. یه دونه مانیتور، اون مانیتور قدیمی هم هست. ای ول اصلا اینو یادم نبود، این تو صندوق ماشین مونده بود. میتونم فعلا حالا ازش استفاده کنم تا یه ذره دیگه پول بیاد دستم چیزای بهتر بخرم. اینو نگاه، الان جعبه رو نگاه کن، انگار یخچاله. بعد بازش میکنی توش تخته. نه این اندازه بود
انصافا الان فقط برای اینکه زایه کنه یه چیز بزرگ تو این جعبه بود. خب بریم اینا رو بذاریم تو خونه جدید. توی خونه جدیدم بهتون نشون بدم. اون پورت دم درش وایسادم دیگه نرفتم تو. بذار خونه رو روی مپم بیارمش. واسه 3 بود دیگه، واسه 2 وسط اون جزیره بود. چقدر داغونه این کوچه، اصلا نمیشه رد بشی حتی از این قسمتش. خیلی داغونه اینجا. کی بشه من اون خونه رو کامل کنم دیگه نیام اصلا اینجا رد شم. خیلی خوشحالم که الان دارم از این خونه میرم، چون خونه خیلی به شهر نزدیک کارمو خیلی آسون تر میکنه. خب یه تصادف خیلی جالب اینجا داشتیم که ماشینم گیر کرد دیگه نمیتونم رد بشم اینجا، ولی این خیابونه رو یادم میمونه فکر کنم که کجاست. بعدم میام ماشینمو برمیدارم یا ریسپانش میکنم اصلا تو پارکینگ اون یکی خونه. اصلا الان اون واسم مهم نیست، من فقط میخوام برم توی خونه جدیدم. خونه هم که همینجوری اینه، طویله درش باز و هر کی دلش بخواد میتونه بیاد تو دیگه. امنیت زیر صفر، امنیتش زیر خط فقره. بریم توی خونه جدیدو بهتون نشون بدم. اول درو ببندم. اینجا یه دونه آشپزخونه دارم. این مایکروفره رو قبلا خریده بودم فکر کنم تو اون خونه که بودم، ولی اونجا اصلا آشپزخونه نداشت. یه راست فکر کنم خودش اومده اینجا. دیگه یه سالن فوق‌العاده بزرگ اینجا دارم. احتمالاً اینجا رو می‌کنم اتاق کارم. اینجا حموم دستشوییشه. اینجا رو خودم ندیده بودم اصلا. به به، بزرگم هست و ویو ابدی رو به ساختمان‌های دیگه، عالی. میتونم اینجا رو بکنم اتاق کارم. این اتاقم که قراره اتاق ماینرها باشه دیگه. کل اینجا رو ماینر می‌زنم، حتی سقفشو. وسایلی که توی جیبم رو می‌ذارم بیرون الان. یادم رفت بقیه‌اشو تو صندوق ماشین بردارم. اوه اوه، یه سریشم تو صندوق ماشین بود. اصلا یادم رفت بردارم. ماشینم معلوم نیست الان کجا هست دیگه. گفتم یادم میمونه ولی یادم نمونه. اینجا تختم هم میذارم که اون طرف زیاد جا ازم نگیره. ماینراش هم که میخوره به دیوار دیگه، تو سر و صدای ماینر میخوابیم شبا. یه دونه دیسپلی کارت مونده تو صندوق ماشین. خب اینو بردار بذار تو جیبت، برو بالا دیگه. ای ما رو نکشون از این همه پله بالا پایین. اشکالی نداره، حالا یکم ورزش برای سلامتیش خوبه. این کموده چه باحال، درش طرح سامورایی زدن روش. خب اینم میذاریم این بغل فعلا. فکر کنم همه اینا رو بعد بردارم بذارم توی کیفم بتونم اسمبلشون کنم توی کیس. مانیتور پوسیدم هم میذارم اینجا. کیسم وردو بذار بغلش که بریم سراغ ادامه داستان. حالا تمام اینا رو دوباره بعد من رو زمین جمع کنم. امیدوارم که فقط اینا همشون به کیسه بخوره. سی پی یو کورای 7، دیسپلی کارت، مین بوردم فکر کنم بخوره به اینا. اگه اینا همشون بخوره دیگه میفهمم داستان اسمبل کردن چی بود. اینم اچ دی دی، این چیه؟ این رمه. اس اس دی هنوز ندارم دیگه. اس اس دی رو نتونستم بخرم. بذار اینم روشن میشه کامپیوتر. هنوز یه چیزایی کم داره. چی کم داره؟ الان تقریبا تمام چیزایی که باید کامپیوتر روشن کنیم هست. آها فکر کنم برای موس و کیبورد و صندلی و اینا که کیس روشن نمیشه. اینا رو هم میریم توی پارت بعدی میخریم و کل خونه رو کامل میکنیم. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. امیدوارم که از پارت 9 هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که بازم از این بازی گیم پلی بذاریم و ادامش بدیم، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو میخونم و همه‌شون رو جواب میدم. یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر می‌کنم شما باخبر بشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.